احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب سعیدی. ممکنه برامون در مورد فعالیت‌های سیاسی پرویز مشرف، اون در واقع نقاط عطف و برجستش بیشتر بگین؟ پرویز مشرف از جمله چهار جنرال کودتاچی مانند جنرال مارشال ایوب، جنرال ضیاءالحق، جنرال یحیی و پرویز مشرف، از جمله چهار جنرالی بود که نصف عمر حکومت پاکستان در نظامیگری حکومت کرد. پرویز مشرف در 1999 در یک کودتای بدون خونریزی علیه نواز شریف نخست وزیر وقت دست به کودتا زد. زمانی دست به کودتا زد که در خارج کشور بود و نواز شریف ایواز او را شخص دیگر را تعیین کرده بود. این کودتا به پیروزی رسید و نواز شریف پشت میله های زندان در پل اتک بندی شد. اما بعداً به وساطت عربستان سعودی پرویز مشرف و نواز شریف و فامیلش به عربستان سعودی 10 سال تبعید شدند. پرویز مشرف در حدود اضافه تر از 9 سال با پنجه های آهنین با قوت به نیرومندی در پاکستان حکومت کرد و زیادتر به نحوی از توریسم حمایت کرد تا زمانی که قصرهای تجارتی امریکا به لرزه در آمد. بعداً مشرف به گروه طالبان و گروه های تروریستی پشت کرد. البته پرویز مشرف حالا از مدت این طرف مریض بود و قبلا هم یک محکمه پاکستانی حکم به اعدامش داده بود، اما در اثر فشار ارتش پاکستان محکمه صورت نگرفت. مرگ مشرف فکر میکنین بر پاکستان و طرفدارانش تأثیری بگذاره؟ نه، مشرف طرفداران زیادی هم در پاکستان نداره و مشرف هم از مدتی نزدیک به 4 سال به این طرف مریض بود، در مریضی سخت دست و پنجه نرم میکرد. نقش مشرف بودن و نابودنش تأثیری منفی و مثبتی در پاکستان نداره. در حال حاضر از مدت چند سال به این طرف یک آدم عادی و دور از سیاست در شفاخانه به زندگی خود به سر برد. مطرح اونقدر مطرح نیست. ممنون از شما احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان.